از هوا آهین منی پیش منی در یمنی پیش منی پیش منی در یمنی از هوا آهین منی نه مثل آبی مثل ما دو رکعت عشق درخت و باغ و باغچه قنچه دارن طبق کش ها سراشون خنچه دارن تو کوچه ساق نصرت پیش لبستن قلم ها و کتل ها رو شکستن ببین صحرا قبا انداخته دوشش یه گربه شکل ایران کرده گوشش کرده رول و پاشو بزر کرده با چار مزراب ایرونی لبندی هاشو تک کرده رکعت اول سیمین صدای شادمانی نسلی که آزادی را فریاد می زند سیمین رکعت دوم چکامه های مسعود امینی به روایت سیمین اسم وطن میاد بزرگ و بگیر بگو واسد میمیرم گلو دینم وطنم دینم و بینم چشمشو در میارم هر که بخواد چپ تو چشات نگاه کنه میکشمش هر کی بخواد به جز خلیج فارس تو رو صداد کنه میکشمش وطن عزیزم همه چیزم عشق علیه السلام با صلوات و سلام عشق علیه السلام با صلوات و سلام مردم من از عشق تو مردم مردم من از عشق تو مردم دو رکعت عشق به این گوزکی پام یاری رفتن نداره لگوی خوش دیدم حرفی واسه گفتن از سنترال فیلم و پارس ویدیو از هم‌اکنون در سراسر جهان عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان و تماشاگران برنامه محترم حرف آخر امروز برنامه ما به دلیل فشرده بودنش از لحظات اول با هم گفتگو میکنیم با مهمانانمون گفتگو میکنیم در ارتباط با مسائل مهم ملیمون برنامه ما همینک مستقیم از کانال 99 فرانسه روی persiancnn.net و وب همصدا.tv.com رادیو همصدا.com وب همصدا.com در سوئد پخش میشه در سراسر جهان برنامه ما پخش میشه و متشکریم از همه شماهایی که برنامه ما رو کپی میکنید به همه جا میفرستید روی سایت ها میفرستید و گفته های ما رو به نوشته در میارید و روی سایت ها میذارید خیلی ازتون ممنونم از همه شما که ایمیل میزنید از همه شما که تلفن میکنید ببخشید پاسخ کافی و وافی داده نمیشه به خواسته های شما چه از طریق ایمیل چه از طریق پاسخ تلفن ها باری امروز به دلیل اهمیت موضوعاتی که در میهن ما جریان داره در اولین بخش از برنامه
گفتگو میکنیم با آقای دکتر خزعلی، دکتر مهدی خزعلی، فرزند یکی از پایبران مهم جمهوری اسلامی، در ارتباط با موضوعاتی که پیرامون میهن ما و در داخل میهن ما جریان داره. در پاریس با سیاوش اوستا اتاق فرمان خواهش میکنم که persiancnn.net رو کانکت کنم با دکتر سیاوش اوستا و سپس عکس های فایل های آقای اوستا فرستادن روی info@ipn از دکتر خزعلی گرامی و موضوعاتی که در اونجا هست. به دلیل بافت امروز این برنامه من با تلفن خودم، با تلفن دستی خودم، با آقای دکتر مهدی خزعلی از امریکا لس آنجلس صحبت میکنم و سیاوش اوستا از پاریس. دکتر مهدی خزعلی گرامی عزیز، درود بر شما، سلام عرض میکنم. سلام علیکم، موفق باشید. دکتر خزعلی گرامی، وضعیتی که در داخل میهن ما هست به گونه دلناپذیر داره مسائل رقم میخوره. در ارتباط با نمایشگاه کتاب و ممنوع القلم بودن حضرت عالی، در ارتباط با خلیج فارس، در ارتباط با انتخابات شما، یعنی مشارکت شما در انتخابات رئیس جمهوری و سپس در ارتباط با سخنرانی های شما، این روزا خیلی موضوع و قصه و داستان پیرامونش هست و جنجال های بسیار راه انداخته. خواهش میکنم یکی یکی، اول در ارتباط با ممنوع القلم بودن در نمایشگاه کتاب لطف کنید توضیح بدید به وطنانمون. عرض کنم که یک واژه‌ای رو که الف و لامی بر سر یک کلمه فارسی آوردن، ممنوع الکار گفتن، ممنوع القلم نفرمودن. فرمودن که ممنوع الکار آقای وزیر و مصر بودن که به در واقع ناشر برتر پزشکی، ناشر برگزیده پزشکی حیان، اجازه شرکت در نمایشگاه رو ندن، که به همدلله این با پیگیری های قانونی حل شد و ما الان در نمایشگاه و خیلی حضور قوی و خوبی داریم به عنوان ناشر کتاب های پزشکی و مخاطب ما پزشکان هست. اصلا بحث ما در انتشارات حیات بحث سیاسی نیست، بحث پزشکی هست، اما متاسفانه مسائل سیاسی و نوشته های من در وبسایت و کتاب آینه باعث شده که یه مقدار محدودیت هایی داشته باشیم. این ممنوع کار مشمول فقط ما با ناشر یا نویسنده و مؤلف نمیشه. ببینید، ما یک قصه ای رو داریم، واحد رصد ماهواره ارشاد. این واحد میاد رصد میکنه که در شبکه های ماهواره ای، تلویزیون های ماهواره ای، مثلا فلان در واقع موزیک پخش شده، تمام نوازنده ها، اون که دوتار داره، اون که نمیدونم فلان ساز رو داره، هر ساز داره، ساز بادی، ساز غیره، اینا همه ممنوع کار میشن. تا جایی پیش میره تهیه کننده اون ممنوع کار میشه، میره جلوتر سراینده اون شعر که این شعر رو اصلا فروخته، پولش رو گرفته، داده هر کی میخواد آهنگ بسازه و منتشر کنه، اون رو ممنوع کار میکنن، به جرم این که این موسیقی تو و این شعر تو و این ترانه تو از یک شبکه ماهواره‌ای پخش شده. اینا واقعا با کدوم قانونه؟ و بعد میبینیم یک نامه‌ای در میاد که معاون رئیس جمهوری دستور داده، آقای داوودی، که هر کس از ماهواره‌ها پخش شد ممنوع کاره. خب اینها واقعا درده، این قانون نیست. یه شبکه‌ای هست، شما ببینید، ما معتقدیم هر حکومتی در مرزهای خودش باید که قوانینش رعایت بشه. خارج از مرزها قوانین یک حکومت دیگر و یک کشور مستقل دیگر است. من اگر از ایران خارج میشم در جای دیگری، باید تحت قانون اون حکومت باشم، حتی اگر به کشور همسایه امارات میروم. از اونجا به بعد قانون کشور دیگری جاری است. بله، حکومت من و کشور من باید از اتباع خودش در کشورهای دیگه حمایت کنه، نه اینکه بیاد بگه آن در جای دیگه اگر شبکه ی روزنامه ی نشریه ی داره منتشر میشه، من در اونجا هم میخواهم مداخله کنم. تو صدا از اونجا پخش شده، تیزره، تبلیغات پخش شده، حالا من تو رو محروم میکنم، ممنوع کار میکنم و از حق حیات در داخل ممانعت عمل میارم.